سلام دوستان، مرسی که دوباره ما رو انتخاب کردید واسه نگاه کردن. امروز میخواییم با همدیگه یکی از معروفترین سوسای دنیا رو درست بکنیم، سس موهامورا، یه سس سوری که از حلب سوریه میاد، یه سس خیلی با طعم قویه. واقعا بهتون پیشنهاد میکنم امتحانش بکنید که میتونید خیلی تو غذاهای عربی و تو حتی تو غذاهای ترکی پیداش بکنید. یه ریشه توی ترکیه هم داره که تو غرب ترکیه به اسم آکوکا معروفه. بریم ببینیم این سس چجوریه. خب دوستان، مثل همیشه یادتون نره که ما رو سابسکرایب بکنید و به دوستانتون معرفی بکنید. ما نیاز داریم به حمایت شما برای اینکه این کارمون تداوم داشته باشه. میخوام قوی ترین رسیپی های دنیا رو توی این کانال به شما آموزش بدم. اگر که میخواید این رسیپی ها رو همیشه داشته باشید و نفر اولی باشید که ویدیو براتون میاد، بکوبید روی زنگوله تا سری ویدیو واسهتون ارسال بشه و نمایش داده بشه. بریم ادامه کارمون. مواد اولیه. خب اینجا ما مواد اولیه‌مون گردو داریم، زیره، پودر پاپریکا، رب انار، روغن زیتون، سیر، پیاز که از پیاز قرمز اگه استفاده بکنید خیلی بهتره، فلفل دلمه‌ای به همراه یه خورده نمک. با کبابی کردن فلفل‌های دلمه‌ایمون کارمون رو آغاز می‌کنیم. اگر بتونید فلفل‌ها رو روی آتیش کباب بکنید که طعمش بی‌نظیره، چون حالت اسموکی هم به خودش می‌گیره. اگه نه، یه شعله پخش بذارید روی گازتون، روی شعله پخش می‌تونید کبابیش بکنید. بریم روی گاز. خب الان میخوام فلفلامو کبابی کنم روی گاز، ولی قبلش حواستون باشه که گردوهاتونو یک ساعت تا یک ساعت و نیم داخل یه کاسه بریزید، قشنگ آب بریزید روی گردوهاتون، بذارید داخل یخچال تا گردوهاتون خیس بخوره. فلفلا رو همونجوری که گفتم درسته میچینیم. میتونید با چاقو هم یه چند تا سوراخ بزنید داخلش که قشنگ مغز پخ بشه. خب حالا میخوام داخل هاونگمون سیرم رو با نمک بکوبم. شما میتونید این کارم نکنید اگه هاونگ ندارید، کل مواد رو بریزید داخل بلندر، ولی من دوست دارم سوسم که آماده میشه این یه خورده اون دونه های سیر رو زیر دندون حس بکنم، خیلی لذتش بیشتره. به شما هم حتما پیشنهاد میکنم. سیرامو میریزم داخل هاونگ، یه مقدار نمکم بهش میزنم. خب شروع میکنم. بافت سیر عالیه. بافتش رو ببینید چجوریه. بعد که میکوبیدش عطرش فوق‌العاده در میاد. خب به این مرحله که میرسه سیرم آماده است. فلفلامو بر میدارم، ببینید چقدر خوشگل میشه. عطرش هم که دیگه نگم براتون. یه دونه مشمو بر میداریم واسه اینکه بتونیم پوستشون رو خیلی راحت تر آبو میریزم داخل مشما. پوست فلفل دلمه‌ایامو کندم، اینم گردوهامه که گفتم یک ساعت داخل آب خیس بکنید. بذارید آب گردوهامو خالی بکنم. این آبشو خالی نکردم که شما تو تصویر
ببینید که یه آب تقریبا زرد رنگی از خودش میده. خب گردوم هم خیس خورده. فلفلامو آماده کردم. فلفلامو اضافه میکنم. یه دونه پیاز قرمز کوچیک داشتم. پیازم هم اضافه میکنم. دقت کنید مقدار گردوتون هم میتونید دو برابر کنید. اگه دو برابر بکنید سستون چربتر میشه و قلیستر میشه سستون.